سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام شما رو تو این ویدیو با یه واژه آشنا کنم به اسم هوش مصنوعی. اینکه هوش مصنوعی چیه و چه کارهایی میتونه انجام بده زیاد نمیخوام بهش بپردازم، ولی میخوایم با هم دیگه بریم ببینیم یکی از اون کارهایی که میتونه هوش مصنوعی برای ما انجام بده چیه. یکی از اون کارها اینه که میتونید به وسیله هوش مصنوعی نقاشی بکشید، ولی احتیاجی به اطلاعات زیاد در مورد نقاشی ندارید. یعنی این کار رو واسه تون هوش مصنوعی انجام میده. خیلی جالبه وقتی خودتون این برنامه رو ببینید متوجه میشید که من در مورد چی دارم صحبت میکنم. خودم خیلی هیجان زده بودم در مورد این برنامه و خب مطمئنا شما هم به محض اینکه برنامه رو ببینید و ببینید که چجوری عمل میکنه اون موقع است که به من حق میدید. بدون معطلی بریم بیاییم تا مستقیم بریم تو محیط برنامه و ببینیم که چجوری این هوش مصنوعی عمل میکنه و این تنها یکی از قابلیت‌هایی هستش که هوش مصنوعی میتونه داشته باشه برای ما. قابلیت‌های خیلی فراوانی داره، زیاد دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. بریم بیاییم تا مستقیم بریم توی برنامه و ببینیم برنامه چجوری عمل میکنه. خب بچه ها، همون جوری که میبینید الان تو محیط برنامه هستیم. این برنامه اسمش هست NVIDIA Canvas که البته نسخه بتا هستش. هنوز این برنامه در حال امتحان شدنه، یعنی دارن امتحانش میکنن ببینن چه مشکلاتی داره و اینجور قبیل اینجور مسائل. و اینکه اینجا محیط برنامه رو میبینی، اینجا متریالایی هستش که داره، اینجا قلمه، اینجا پاکن و رنگ و ایناست. اینجا هم نمونه های آماده ای هستش که خودش به همون پیشنهاد میده که از اینا یکی رو باید انتخاب کنی. اینجا وریشنش فرق میکنه، مثلا میتونی عوض بکنی آسمون اینجوری بشه. این امکانات رو بهتون میده، این انتخاب ها رو بهتون میده. من بین اینها یه دونه اینو انتخاب کردم، اینو خیلی دوست دارم. بریم ببینیم که چجوری این قضیه قراره کار بکنه این هوش مصنوعی. خب اینجا زده گرس، ما گرس رو میگیریم و میکشیم اینجا رو زمین که ببینیم چه اتفاقی میفته. ببین خیلی راحت مثل نقاشیایی که بچگی انجام میدادیم، فقط میایم یه حالتی میکشیم. من حالا میخوام یه مقدار اینجاها کج باشه، حالا دشت بکشیم. دیدید چه اتفاقی افتاده؟ چرا خیلی خیلی هیجان انگیزه این برنامه. حالا یه مقدار از این میگیریم اینجا میکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. با این واقعا میتونید خیلی کارا بکنید. مثلا یه سری تصویرهایی که شاید نتونید هیچ جا تو اینترنت پیدا بکنید و خیلی راحت خودتون میتونید بکشید. مثلا چه بدونم، دلتون میخواد وسط کوهستان دریا باشه، نمیدونم، هرچی میخواید و میتونید با این بکشید. میبینید چقدر زیبا این کار رو انجام میده با ستون. خب میریم یه مقدار ابر بکشیم، یه مقدار اینجاها ابر بکشیم. مثلا واقعا فوق‌العاده است بچه‌ها، واقعا فوق‌العاده است عمل کردش. خیلی عمل کرده باحالی داره. من که خیلی هیجان زده شدم در مورد این هوش مصنوعی. و چیزی که جالبه این هستش که تصویر کارتونی بهتون نمیده، میبینی تصویر واقعی داره بهتون میده بچه ها. یه تصویر کاملا واقعی داره میده. شما اینجا به قدرت هوش مصنوعی میتونید پی ببرید. یه مقدار ابرا رو اینجا بیشتر کنیم. ولی چه چیزهایی لازمه برای اینکه این برنامه رو بتونید بگیرید؟ ببین بچه ها، این برنامه بیشتر از همه چیز توی چیزهایی که تو سایت نوشته جزو اون مینیموم ریکامندش که هستش، ریکامندش نوشته که حتما باید کارت گرافیک انویدیا RTX داشته باشید. و اونایی که کارت گرافیک انویدیا RTX دارن میتونن از این برنامه استفاده بکنن. و نمیدونم، من خودم امتحان نکردم رو سیستم دیگه‌ای که حالا مثلا AMD باشه ببینم رو سیستمای AMD هم کار میکنی یا نه. ولی خب اونایی که گرافیک اونایی که گرافیک NVIDIA RTX دارن حتما امتحان بکنن.
به نظر من میارزه به امتحان کردنش. حالا یه جنگلی همون دور بکشیم ببینیم چه جوریه. همه دارم رو هم میکشم بچه‌ها، فقط برای این که ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته بعدن. و خب چیزی که جالبه این هستش که در آن واحد اتفاق میفته و شما چیزی زیادی احتیاج نداری، همون موست و سیستمی که داری به راحتی میتونی باهاش نقاشی بکنی. نقاشی مهیج چقدر قشنگ شد بچه‌ها، این تصویر رو چقدر باحال شد. حالا میخوام این وسط رو، شاید عجیب باشه ولی این وسط مثلا اینجاها رو میخوام چیز بکشم، دریا بکشم بچه‌ها. این تیکر رو، این تیکر رو بذارید دریا بکشم ببینم چه شکلی میشه. خیلی جالب به نظر میاد، به نظر من ببینیم چه اتفاقی میفته. دریا رو کشیدیم. خب بچه ها گن زدم اینو کنترل زد میزنی، دریا رو مثل که نمیشه اینجوری کشیدی. نه اینجا رود باید داشته باشه. ببینیم مثلا اینو اینجا ما رود بکشیم چه اتفاقی میفته. یه رودی بکشیم اینجا وسط این بچه. این شبیه آب نیست خدایش، این اینجاهاش آره شبیه آب میتونه بشه ولی اینجا شبیه آب نیست. خب بالاخره میگم که نسخه بتای این نرم افزار هستش، فعلا دارن امتحانش میکنن. ببینیم دریا رو اینجا بکشین چه اتفاقی میفته. به نظرتون اتفاقی میفته اینجا دریا میشه؟ این پشت اون دورا حتی آنچنان غیر طبیعی نیست. فکر میکنم همچین منظره مثلا میتونه پشتش دریا باشه. بیا بچه جامون اشتباهه، ما جای اشتباهی دریا رو میکشیدیم، جای درستش اینجاست. حالا مثلا ببینم یه رودم بکشیم این گوشه ها مثلا بره اون بر. ببینم رو خود اینم میشه کشید به نظرتون؟ بچه رو خود اینم میشه کشید ولی بهتون پیشنهاد نمی کنم. اینه یه دونم اینجا وسط دریا مثلا صخره بکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. وسط دریا صخره بکشیم، خیلی افتضاح شد بچه. یه چیز دیگه ای بکشیم مثل این چیه؟ آب. آب چیم وسط مثلا آب بکشیم ما چه اتفاقی میفته؟ این وسط ما آب بکشیم چه اتفاقی میفته بچه ها به نظرتون؟ بچه ها شبیه همه چی هست به جز آب. من ترجیح میدم همین دریامو داشته باشم، دریای زیبا. ببینید الان اینجوری خیلی ابریش کردم اینجا رو، ابریش کردم اینجوری. اسکای رو برمیداریم، اسکای میکنیم اینجا رو، همه رو آسمون میکنیم ببینیم که چجوری میشه. همیشه پراکنده ابر ببینم. زیبا شد. از اینجا بچه ها میتونید رو اکسپورت بگیرید، فایل PST بهتون میده، JPG میده، هرچی که میخواید میتونید خروجی بگیرید. خب بچه ها همون جوری که با هم دیدیم توی این برنامه میتونستید نقاشی بکشید بدون اینکه اطلاعات زیادی در مورد نقاشی داشته باشید، بدون اینکه نقاش باشید. و اینکه خیلی برنامه سرگرم کننده ای هستش. در کل خیلی دوستش داشتم برنامه رو، خیلی کارا میشه باهاش کرد از نظر من. شما هم اگر کارت گرافیک RTX دارید حتما بهتون پیشنهاد میکنم این نرم افزار رو بگیرید استفاده بکنید. و اینکه مراقب خودتون باشید، یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، به دوستاتون معرفی بکنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید برام این پایین بنویسید تو کامنت ها. خیلی مراقب خودتون باشید، فعلا خدافظ.